آقای مکارم تذکرتون چی؟ اشکالات وارده، با اینکه ما خودمون در گروه بودیم تصویر کرد. از جمله مثلا آقای فارسی یک اشکال داشت به اینکه جمهوری اسلامی موظف است. این عبارت راست غلطه. حکومت جمهوری اسلامی که این حکومت را اضافه کنیم تا معلوم شد شخصی و دستگاه فرعن آزنه. اگر یک جا بخواهی این اولا و ثانیاً این 16 تا در 10 تا خلاصه شد. اون قابل مطرح کردن نیست. همه نصف بدونه که با اصل از شما انتظار نداشتم چیزی رو که قبلاً تصویب کردیم که هیچ پیشنهاد یک نفره در مجلس قابل طرح نیست دیگه طرح بفرمایید. ملتزم باشیم آقا با یک نظمی در کار مجلس. من به مطرح عرض کنم روشن نشد. عرضم این نیست طرح تازه بدیم. عرضم این است این 16 تا خلاصه میشه بدون کم و زیاد. در ده تا در دوتا هم خلاصه میشه ولی میشه طرح تازه. آ در یکی هم میشه خلاصه. متشکرم. اجازه میفرمایید برای اینکه ما دوست نداریم این اگرم جناب آقای صدوقی اگرم مختصری وقت بیشتر ببره نه خیر ما سعی میکنیم کوتاهش کنیم برای اینکه رأیی که میگیریم رأی دقیق تری باشه. فقط این که میفرمایید در این رعایت بشه که بی خود روی بعضی جزئیات بحث نشه و الا با رأی میگیریم. آقای بهشتی در صورت یه طرف خوبی باشه این ما چرا ما اینجا تطبیق کردیم دیدیم جامع مختصر شده جامع هم ما خیلی هم نبایستی دیسیپلینیست باشیم. آقا این 16 تا در 10 تا تلخیص شده بدون که کم بشه. نه قرص این است که آخه یه چیزی با فقط یه چیز خوب ما دیگه خیلی خیلی نباید دیسیپلینیست باشیم. بله نه مست همینه تلخیص شده در 10 تا 16 تا نیست. یه خیلی مقرراتی آخه خوب توجه بفرمایید. بعضی از اصلاحات لفظی از قبیل این که آرمان ها تبدیل بشه به لفظ دیگر اتباعی خامنه ای که یک نفر حق داشته باشه که حرفش اقلا بزنه نه این که چون یه نفره بنابراین محکومی که بنشینه. اگر اون پیشنهادی که آقای مکارم میکنن که اون تلخیص شده به 10 ماده شده آخه این وحی منزل نیست که 16 ماده شون باید حتما 16 ماده باشه. شما ببینید اگر این اشکالات در اون 10 ماده‌ای حل شده منظم‌تر شده خب اون چه اشکال داره؟ چی ترجیح بده این رأی حجتی؟ به رأی بذارید. چی رو رأی بکارم؟ 10 ماده‌ای رو بخونید ببینید که تکثیر حالا اگر یه آقای بعد من یه 5 ماده‌ای پیشنهاد کرد این روش اداره جلسه ما با این روش عرض کردم اگر کسی اومد یک 2 ماده‌ای پیشنهاد کرد پس تشکیل کارهای مقدماتی برای چیه برادر عزیز؟ ببینید ما که میدونیم یه مقداری اشتباه شده توی تنظیم ما آخرش هم میدونیم اشتباه شده ولی مجلس باید رویه داشته باشه. چرا میخواید مجلس ما بی رویه باشه؟ من نمیدونم این رویه شده میکنم ما جلوتر میچینیم برای تنظیم کارمون رویه ای رو اتخاذ میکنیم فردا میگم میگیم آقا رویه بی رویه همینه میفرمایید آقا مگر از اول گفته نشد که دو سه تا طرح امکان ارائهش به مجلس شرط اینکه از گروه یا نفر اما قبل از تصمیم ما نباید مصالح قانون اساسی رو فدای تشریفات کنیم. شما تشریفات های مکارم آقای مکارم صبح در جلسه حضور داشتند تا ظهر اونجا کار کردن بعد از ظهر چیزی را آوردن میدن کدام نظم اجازه میده که ما تغییر بدیم کار محصول کار 14 نفر صبح رو اشتباه داره شما اجازه بدید من دفاع کنم از خودم شما یه چیزی به من نسبت میدید من نگفتم من باید دفاع کنم از خودم این آیونم که میگن بر اساس حرف شما حضرت عالی حرف منو درست بیان ببرد ما همداری رو صبح اونجا در 16 بند آیان در یک جلسه 14 نفری با حضور خود شما
مطالب رو در 16 بند تنظیم کردن. تنظیم شامل محتوا و شکل هر دو هست. بعدن بعد از ظهر جناب عالی میگید این مطالب رو ادغام کنیم در 10 تا بدون اینکه مطلب کم یا زیاد باشه. درست میگم آقا؟ درست گفتم یا خیر؟ بسیار خوب. بنده عرضم اینه اگر یه آقای دیگری آمد همین حالا گفت من همین مطالب رو در 3 بند ادغام میکنم، اونم مطرح کنم؟ جواب بدم یا فقط سوال بکنید جناب؟ نه میگم چه کنم، جواب بدید. بفرمایید. بفرمایید. قضیه بنده و شما و آقا و آقا نیست. توی گروه 14 نفری در اون محیطی که خود جناب عالی تشکیل داد با اون تشنج شلوغی و زیر وقت ما 16 مادش کردیم. حالا میبینیم عبارات زائد، تکرار توش هست، یه ماده دو ماده شده. این اونها با همون عبارات با حسب زوائد در 10 تو خلاصه شده. اگر الان کسی بگه در 5 تو خلاصش کردن ارائه بدهد ممنونش میشید. بنده و شما نداریم. آب ملاحظه می فرماید آقای مکارم، من نخواستم بگم شخص مطرحه. برادر عزیز میگویم کار رویه میخواد. رویه معناش این است که ما نظمی رو در همه کارها باید داشته باشیم تا بتونیم از وقتمون استفاده صحیح بکنیم. بنده عرضم این بود که شما میگید میبینیم تکراره، میگید میبینم، چون هنوز میبینیم نیست. بنده عرضم اینه ما جلوتر برای اینکه از همه اینها اجتناب کرده باشیم، هیچ هر کس که مسئول جلسه هست هیچ نخواد نظر خاصی در این زمینه داشته باشه، رویه ای رو با نظر آقایون تهیه کردیم، تأیید کردیم، عمل کردیم. هیچی که از ما نخواهد که خارج از این رویه کار بکنیم. اون وقت میشه تصمیم گیری های شخصی. خوب اجازه نتونستن مسائلشون بگن، تنظیم نشده، شما خودتون اونجا رو خوب اداره نمیتونستید بکنید. بنابراین چون اینطور من بودم اونجا، اجازه بده من عرض کنم. ببینید ما در برابر ملت مسئولیم. من نمیدونم که این حرف اینجا میزنم درسته یا این که این از اسرار نباید بگم. برید چون فکر میکنم شاید بیان این مطلب باعث بشه که یا مقداری اون کمیسیونهای ما منظمتر اداره بشه، به طبق روال باشه، نه شتاب زده با کار کنیم. الان این نوشته رو به دست هر کی بدی معلوم میکنه که این شتاب زده نوشته شده، اون روشن میکنه شتاب زده. یعنی اون وقتی که برای نوشته این بوده خیلی کم بوده و در یه محیط متشنجی نوشته. من خودم بیدار میکنم. بنابراین ما این حقیقت رو ملت بدونن و اگر چنون که میخواییم وضعمون در اینجا منظم تر باشه، اون کمیسیون ها مرتب اداره بشه. طول کشیدن مسئله هیچ اشکالی نداره. بذارید این مجلس 3 ماه طول بکشه، 4 ماه طول بکشه، ولی یه قانون اساسی به دست مردم بدیم که نیازهای مردم تامین کنه، حقوقدانم به اون ایراد نگیره، جامعه شناس هم به اون ایراد نگیره و امثال ذالک. متشکرم. بله آقای. جناب آقای حجتی، صبح که ما اونجا بودیم محیط خیر آرام مناسب متشنج نبود. آلو 14 نفر از 37 روز اونجا لیدازه شورای هماهنگی اونجا جمع شدن، این عبارات رو درست کردن. کجا متشنج بوده؟ 5 ساعت اونجا، 4 روز از ساعت 8 تا ساعت 1 روی این عبارات ور رفتن. اجازه فرمایید که اداره جلسه فقط 1 ساعت و نیم اول به عهده من بود، چون بنده بعدن نتونستم اونجا بمونم. آقای هاشمی نژاد. متشکرم. آقای هاشمی نژاد. Thank you.
مسئولیت بفرمایید قایمانی تبدیل شده بحث کمیسیون رو اشاره کردید اینجا بفرمایید شما آقای پرورش جایی که خود آقایون در مورد تشنج و عدم تشنج جلسه توافق ندارن چگونه میخوان اصولی رو بیارن اونجا و موافقت کنن که همه بهش رأی بدن؟ متشکرم آقای بنیستان. بله راست صبح جلسه یک ساعت و نیمش آقای بهشتی اداره کردن بقیه هم بنده اداره کردن. تشنج یعنی که دعوا میکردیم اونجا نبود همچه تشنج نبود اینی که بله هر اصلی تر میشد علاوه بر مراجعه به پیشنهادات کمیسیون ها یه نه هر کس هم یک دور مینوشت نظر مینوشت. خب طبیعی است که 14 تا نظر به علاوه نظرهای قبل یه دونه قیل و قال انجام نمیگیره. این میگه این من اینجور نوشتم اون میگه من اونجور نوشتم و با این همه ما رسیدیم به این که این مد نیست که نظرهای همه رو جمع میکنه. مطلب مجلس این نیست که هرکت نظر خود چه پیش ببره. ما با هنری اگر داریم این است که در یه نظری موافقت بکنیم که هم با انقلاب ما سازگار باشه هم همه در اون موافق باشیم. بله بله خیلی از ما خیلی حرفا داریم در این زمان توی اون چرا که تصدیق میکنیم اگه به هر فرد فرد ما بدن یه جور دیگه میمیسیم. این اصولی که ما اونجا تصدیق کردیمشون قبل از جلسه آقای مکارم به من گفتن که من چون یه ذرش 16 تا شده و یه مقدار دراز شده و بعضی ها مثلا میگن این تلخیص بشه و من کردم در 10 و بنابراین در اصل این که این خوب طرحیه خودشون هم حرف ندارن. شما حرف دارید پس دیگه نفرمایید این جلسه خوب عجله بوده. نه جلسه خوب انجام داده یه اصلی که همتون پسند دارید الا این که شما میگید که ما این رو تلخیص میکنیم بسیار خوب هر جا رسیدی بیدید به تجرار حض میکنیم میشه دهتا داره همون جایی دعوا داره. شما هر جا برم که بگید آقا اون یکی هم به این اضافه کنید بشه فلان دعوایی نداره. ایشون هم بنابراین اداره شون رو میفرماین از طرح یه نفری رو هم وارد نمی کنن. متشکرم بفرمایید. خوب لطفا توجه بفرمایید. اصل سوم جمهوری اسلامی ایران. اگر احساس میشه که کلمه جمهوری اسلامی با تعریفی که قبلا کردیم که گفته شده است به نظام و بعد این خبری که آمده است که همه امکانات خود را با این هماهنگی نداره، تعبیر حقوقی دقیقش اینه که بنویسیم دولت جمهوری که از نظر اصطلاحی شامل خود ملت هم میشه دولت به معنی اصطلاحی دقیقش. البته به معنی متعارف دولت در مقابل ملت در زبان فارسی فهمیده میشه. بنابراین اگر که آقایون موافق باشند اینجا ما میذاریم دولت به همون معنی دقیق تا دیگه این اشکال برطرف بشه. اون بعدش هم که بود در راه رسیدن به آرمان‌های زیر من اینجا اون موقع که میفرمودن یادداشت کردم اگر بنویسیم در راه‌های زیر به کار میبرد نتیجه حل میشه. اون هدف را هم میتونیم بکنیم اهداف. نه خیر در راه‌های زیر اصلا نه در راه راه‌های زیر در راه اینا همش راه‌ها باشه همه امکانات در راه‌های زیر به کار می‌اندازد اونی که بنده تهیه کردم. اون پیشنهاد جدیده اون پیشنهاد کاملا با این عبارت دیگه ساختمانش به هم میخوره. فقط اونایی که بتونه این گروه جمله رو اصلاح کنه. بله آقا اجازه میفرمایید. متشکر تذکرات داده شد. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم
به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را در راه‌های زیر به کار اندازد، یک تعبیر در راه تحقق امور زیر به کار برد، یک تعبیر، هر دوش هم یک معنی میده. هیچ آقای فارسی کیه؟ اون حرف کرد ما به اهداف مذکور همه امکانات خود رو کار رفتی به زیر داشته باشه، باید به این بندهای بعد مربوط باشه. اون در تحقق بکرم از خود شکرم. اشکالی کردن کافیه، یعنی این مطاعبی که در این عهد ذکر شده وسیله رسیدن به هدف تبایون داره، بعد این بار به هدف هایی که در عهد دوم ذکر شده نمیرسانه. بنابراین بنده به این صورت آن را در آوردم، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در تضمین و تکمیل هدف های نه برای رسیدن به اون هدف های عهد دوم. این ها تفاوت دارن، یه سری از اینجا زیده شده به ارتباط دوم مرسول نداره. بفرمایید. چی؟ در اصل دوم همه امکانات خود را به کار برد از طریق یک ایجاد امید مساعد، دو بالا بودن درست میشه. اگر خدا خوشتم اگر مشروع در زیر آلمان امور کنید درست میکنیم. خب آلمان این اصل رو به این صورت دیگه، یعنی این مقدمه رو به این صورت میخونم و بگذریم ازش. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را در راه تحقق امور زیر به کار برد. برای اینکه روی عبارت ها با قیام و قعود نخواهیم چی بکنیم مشکل هست، عبارت ها را با دست رای میگیریم، برای کلش بعد با قیام و قعود رای میگیریم یا با ورقه. بله نمیشه در تحقق. حالا راه معنوس تره. موافقین با این عبارت لطفا دست بلند کنن. خیلی خوب، این اکثریت داره. این آرای اینجوری نه، آخر کار آرای کل میشونیم چون ما رو کلش بعد رأی میگیریم. یک، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. موافقین دست بلند کنن. بله متشکر. بفرمایید آقا. ما نگفتیم این قسیم و مقسم است، گفتیم برای اون هدف در این راه ها مساعیشو به کار بیاندازه. مبارزه با مظاهر فساد و تباهی این مقدم بر رشد فضائل. اول باید مبارزه با گناه بشه، بعد فضائل اخلاقی روش پیدا کنید. عکسش هم هست. بلا دو، این رأی موافق آورد دو، رأی گرفتم و رأیش هم موافق بود به اندازه یک عبارت. آقای سبحانی در اسماء او صحبت فرمودن. دو، بفرمایید. این مبارزه علت از ایجاد محیط مساعد برای مبارزه. نه آقا، مبارزه میتونه حتی به خود ایجاد باشه. ایجاد محیط مساعد و مبارزه حتی به خود ایجاد ها. دو، بفرمایید. آقا رأی گرفتن. گرفتم. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. موافقین دست بلند کنن. کافیست. دو، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با
استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر. موافقین دست بلند کنن؟ نه آقا، دیگر که استفاده. سه، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان. چرا؟ نه باشه دارم. چرا؟ لطفاً با اجازه آیاتون. من دارم میخونم، شما در اون وسط میفرمایید جلسم شلوغ میشه. مهلت میدم. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. تمام سطوح نمیخواد. یعنی باید وسائل ورزش رایگان برای همه جوانها فراهم کنیم، برای همه مردم. بلا هم. بله، صفت همه است. یه آموزش عالی که دیگه تمام سطوح دیگه نیست. نه، اون منظور ایشون تسهیله. تسهیل غیر از اینه که ما یکی باید وضع آموزش عالی رو تسهیل کنیم، یکی این که باید رایگان کنیم در همه سطوح برای همه. آقا چرا؟ باشه دونه. معمولا میدونید که پرورش همیشه جزئی، یعنی همراه با آموزشه، و الان هم میدونید به یک بخش عمده از تربیت بدنی در مدارس و دانشگاه، یعنی همراه با آموزشه، به این دلیل با هم گذاشته. سوال دیگری نیست آقای نبوی؟ بله دیگه، یعنی باید تا آموزش عالی هم رایگان باشه. بله بله، خوب، موافقین دست بلند کنن؟ بسیار خوب. بخونم آقا، بخونم آقا، بند چهار رو بفرمایید. چشم. چهار، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. چیه سوالتون ها؟ حال من این بود که این مسئله اسلامی را نیارن اینجا. چرا نیارن؟ برای اینکه از طریق تأسیس مراکز تحقیق اینها که باز مسائل اسلامی را شامل هست، این روحانیت شیعه که تقریبا دوام مسائل اسلامی با اونها سنه آزاد بذارن، استقلالش را از دست نگیرن. حالا به هر حال بفرمایید، صحبتتون رو بفرمایید. از این درستونم این که دولت جمهوری اسلامی موظف هست مراکز تحقیق مسائل اسلامی را درست بکند و مسائل اسلامی را به اصلاح سطح بالا ببره، این نباید دولت بکنه، این خود حوزه های دولت و ملت. ها اینجا عرض کردم اصطلاح دولت را توجه بفرمایید. اصطلاح دولت را حتما ما بعداً در قانون اساسی باید معنا کنیم بر طبق اصطلاح حقوقیش، که دولت اهم آقا شامل همه هست. آقای دولت و ملت نداریم، درسته که امروز ملاحظه نکنیم چطور از الفاظ توانی و اساسی در حقیقت ها چیز شده دار آمدن کردن، هر بعد از 20 سال، بعد از 30 سال یه دونه خواستن دانشگاه آریان اسلامی یا آریان مهدی درست کنند مستندن بر این عبارت، جواب شما در خیلی خوب، بیانتون رو فرمودید، بفرمایید. متشکرم. بله، بیاناتتون رو بفرمایید. بله، بفرمایید. عرض می شود که دیگه سوالی نیست در این باره. بند چهار را موافقین دست بلند کنن؟ نه آقا، اون باب جناب آقای صدوقی عطف کله، نه این قبلش هم باب داشت تطبیق. بله،